بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مؤمن به فرمان روای عالمیان سید فاطمه روحانی هستم. برای رفع افکار منفی، اضطراب، عدم اعتماد به نفس، عدم تصمیم گیری، شک، بدبینی، ناامیدی، غم، ترس از هر چیزی، این ویدیو رو گوش بدید و با من همراه باشید. سوره مائده هستیم، آیه 33. به نام خداوند بخشنده مهربان، یارب پناه میبرم به شما از وسوسه شیطان و امواج منفی. میفرمان که کیفر کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و ستیز برخیزند و در زمین فتنه و آشوب برپا کنند اعدام است، یا به دار مجازات آویخته شود، یا دست و پای آنها برخلاف هم قطع شود، دست و پا یا بالعکس باشه، و یا از شهر و دیار خود تبعید شوند. این رسوایی آنها در این دنیاست و در آخرت عذابی بس بزرگ در انتظار آنهاست. البته پیامبر اون زمان، مال الان نیست. مهر مفسد فل ارض تو صورت یارو میزد چیچیه که میگه من قبولتون ندارم. الله اکبر. غیر از کسانی که پیش از دست یافتن شما به آنان توبه کنند، و بدانید که خدا آمرزنده مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و وسیله‌ای برای تقرب به خدا بجویید و در راه او جهاد کنید، باشد که شما رستگار شوید. کسانی که کافر شدند، اگر تمام آنچه در روی زمین است و همانند آن متعلق به آنان باشد و تمام آنها را برای نجات از عذاب روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد و عذابی دردناک برای آنهاست. آنها پیوسته خواهند کوشید تا از آتش بیرون آیند، ولی نخواهند توانست از آن خارج شوند، و عذابی پایدار در انتظار آنهاست. دست زن و مرد دزد رو به کیفر عملی که انجام دادند به عنوان یک مجازات از جانب خدا قطع کنید، و خدا توانای با حکمت است. این حکم در رابطه با 1400 سال پیش بوده که برای امنیت اون شهر یا اون کشور این قانون رو گذاشتن. اگر این قانون الان کارایی داره در این کشور ایران، ابتدا باید اون رهبر چلاقشون رو که خداوند خودش دستشو از بین برد، اول دسته اونو قطع کنن و بچه هاشو دار دسته آخونده رو اول قطع کنید که همه دزد و تبهکارن، بعد دیگران. اما کسانی که بعد از ارتکاب ظلم توبه کند و اعمال خود را اصلاح نماید، خدا توبه او را میپذیرد و از تقصیرات او میگذرد، زیرا خدا آمرزنده مهربان است. ای انسان، مگر نمیدانی که مالک ملک آسمان ها و زمین خداست؟ هر که را بخواهد مجازات میکند و هر که را بخواهد میبخشد، و خدا بر همه چیز تواناست. یا پیامبر، کسانی که در کفر و عناد بر یکدیگر سبقت میگیرند، با زبان میگویند ایمان آوردیم و قلبن ایمان نمی آورند، تو را افسرد و غمگین نسازد همچنین رفتار یهودیان. آن کسانی که با دقت به سخنان تو گوش می دهند تا دستاویزی، نقطه ضعفی برای تکذیب تو بیایند، آنها جاسوس گروه دیگری هستند که خود آنها نزد تو نیامدند. یهودیان را پیش تو فرستادند، آنها کلمات کتاب آسمانی را از جای خود تحریف می کنند و تغییر می دهند و می گویند اگر مطابق این گفتار به شما جواب داد بپذیرید و در غیر این صورت خودداری کنید، و کسی را که خدا بخواهد مجازاتش کند قادر به دفاع از او نیستی. آنان کسانی هستند که خدا نخواست قلبشان پاک گردد. برای آنان در دنیا رسوایی و در آخرت عذابی بس بزرگ خواهد بود. بزرگواران بعد از فوت اون آدما قرآن خونده سر قبر، این چیزا به فایده ای نداره. متوجه میشید؟ کتاب قرآن برای بهتر زیستن بشر نازل شده، برای ثروت، آرامش، سلامتی و موفقیت.
نه برای اینکه وقتی که میمیرن شما برید سر قبرشون بشینید قرآن بخونید. اینم یکی از کارهایی که آخوندا میکنه. الله اکبر، خدای ما رو نجات بده دست اینا. به نام خدای بخشنده مهربان، آنها به سخنان تو گوش میدهند تا آن را مورد تکذیب و انتقاد قرار دهند و مال حرام بسیار میخورند. هرگاه نزد تو آمدند در میان آنان داوری کن یا آنها را به حال خودشان واگذار، و اگر از آنان رو برگردانی آنها نمی توانند گزندی به تو برسانند، و اگر میان آنان داوری کردی به عدالت داوری کن. خدا عدالت کنندگان را بسیار دوست می دارد. آنان چگونه تو را به قضاوت می طلبند در حالی که تورات پیش آنهاست و در آن احکام خدا آمده، و پس از درخواست قضاوت از حکم تو روی بر می گردانند. آنان ایمان درستی ندارند. ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و روشنی است. پیامبرانی که مطیع فرمان خدا بودند به وسیله آن در میان مردم یهود قضاوت می‌کردند، همچنین روحانیون و علما، با این کتاب خدا که به آنان سپرده شده بود و گواه بر آن بود بودند میان مردم داوری می‌کردند. بنابر این از مردم هیچ نترسید، تنها از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید، و آنها که مطابق احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی کنند کافرند. یعنی شما از درون خداوند رو با حضور خداوند رو حس کنی، ظلم نکنی، دروغ نگی، مال مردم نخوری و آخون نشی. توجه می فرمایید؟ بنابراین از مردم هیچ نترسید، تنها از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید، و آنها که مطابق احکام که خدا نازل کرده حکم نمی کنند کافرند. در تورات برای آنها مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان، چشم در مقابل چشم، بینی در مقابل بینی، گوش در مقابل گوش، دندان در برابر دندان، و هر زخمی قصاص دارد، و اگر کسی آن را ببخشد و از قصاص صرف نظر کند کفاره گناهان او محسوب می شود، و آنها که مطابق احکام که خدا نازل کرده حکم حکومت نمی کنند ستمگرند. بعد از پیامبران پیشین عیسی ابن مریم را فرستادیم که از تورات آنچه قبل از او نازل شده بود تصدیق می‌کرد، و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و روشنی است، و تورات را که پیش از آن بود تأیید می‌کرد و هدایت و موعظه است برای تقوا پیشگان. اهل انجیل باید مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم کنند، و آنها که مطابق احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی کنند فساد کارند. و این کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کردیم که هم کتاب پیشین را تصدیق می کند و هم حافظ گواه بر آنهاست. بنابراین مطابق احکامی که خدا نازل کرده میان مردم قضاوت و حکم کن، و هرگز از خواسته ها و تمایلات آنان پیروی مکن و از احکام خدا رو مگردان. ما برای هر کدام از شما مسلمانان، مسیحیان، یهودیان آیین و طریقت روشن قرار دادیم، و اگر خدا میخواست همه شما را امتی واحد قرار میداد، ولی خدا میخواهد شما را به وسیله آنچه به شما داده مورد آزمایش قرار دهد. پس بکوشید در انجام اعمال نیک بر یک دیگر سبقت بگیرید. بازگشت همه شما به سوی خداست، و خدا از آنچه اختلاف می کردید شما را آگاه خواهد ساخت. و باید میان اهل کتاب مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم کنی، و هرگز از خواستها و تمایلات آنها پیروی مکن، و بر حذر باش که مبادا تو را از بعضی احکامی که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازند، و اگر آنها از نحوه قضاوت و حکم تو سرپیچی کنند، بدان که خدا می خواهد آنها را به خاطر بعضی از گناهانشان مجازات کند، و اکثر مردم فساد کارند.
آیا خواهان احکام دوران جاهلیت هستند و چه کسی برای افراد با ایمان بهتر از خدا حکم می کند؟ خب وقتی کسی اشتباهی رو انجام میده، مثلا فرض کن به کسی تهمت زده و در همون وضعیت در آینده قرار میگیره، خب این حکم خداست، این مجازات خداست، اما مجازات خدا بر اساس خلقت بشر هست که میگن عدل پروردگار. یعنی چی؟ یعنی آقا خانم هر چی فکر میکنی و انجام میدی و میگی همونو به سمت خودت جذب میکنی. اما خداوند به این صورت تعریف فرمودن که اگر از من بترسید و انجام ندید، مثلا دروغ نگی، تهمت نزنی، مال مردم نخوری، کارهای بدی که بر مبنای هوای نفست از خودت مثلا میخوای دفاع کنی اما لطمه برای دیگران داره، انجام ندی، من به تو پاداش نیک میدم. خب پاداش نیک چیه؟ زمان که شما عمل نیک انجام میدی، همون برای شما به وجود میاد در زمین. و این کنش واکنش های انرژی خداوند به این صورت توضیح فرمودن، تعریف کردن. اون موقع که نمیتونستن انرژی رو بفهمن یعنی چی، حالا با انرژی برق و انرژی های دیگه بشر میتونه بفهمه. اون زمان که نبود، باید به این صورت تعریف میکردن که افرادی که خداوند رو میپرستن و اون رو انرژی برتر میدونن، به خاطر رضایت اون این اعمال رو انجام ندن که خودشون رو تو درد سر بندازن، تو بیماری. بابا میفهمه زنا نکن یعنی چی؟ یعنی با این و اون و اون و اون و اون توی یه ماه و چند روز پاناشو برو. خب بیماری های جنسی به تنت وصل میشه و افراد دیگه معذب میشن، خودت مریض میشی و مسائل دیگه، چون در جامعه باید امنیت باشه، امنیت روحی، امنیت جسمی، امنیت مالی، هر نوع امنیتی باید باشه دیگه. میفرمون که ای کسانی که ایمان آورده اید، یهودی و مسیحی را دوست و پشتیبان خود قرار ندهید. آنها پشتیبان یکدیگرند و کسانی که با آنها روی آورند از همانها هستند. خدا جماعت ستمکار را هرگز هدایت نمی کند. جالب اینه که ملت ایران با همه نوع افرادی معاشر هستند، بچه هم گرد ما چرا اینجوریم. خب آقا خانم شما گروه خودتو انتخاب کن، اما کسی که بر ضد تو هست، بر ضد خوشبختی توه، بر ضد، خب بر چی میری معاشرت میکنی باش؟ میبینی افرادی را که قلبشان مریض است و در دوستی با آنان، یهودیان و مسیحیان، بر یکدیگر سبقت میگیرند و میگویند میترسیم پیش آمده بدی برای ما رخ دهد که نیاز به کمک آنها داشته باشیم. این قوانین، این داره وضعیت و شرایط اون زمان رو توصیف میکنه، نه این که شما الان با یهودی و مسیحی و زرتشتی این و اون دعوا داشته باشی. متوجه میشی؟ شاید خدا پیروزی یا پیش آمده دیگری از جانب خود به سود مسلمانان پیش آورد و این گروه از آنچه در دل نهان می دارند سخت پشیمان شود. و کسانی که ایمان آوردند می گویند آیا این منافقان همانها هستند که با نهایت تأکید سوگند یاد می کردند که ما با شما هستیم؟ و سرانجام اعمال نیکشان تباه گشت و زبون و زیانکار شدند. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از دین خود برگردد ضرری به خدا نمی رساند. خدا در آینده جماعتی را پدید خواهد آورد که آن را بسیار دوست می دارد و آنها نیز خدا را بسیار دوست می دارند. آنان در برابر مؤمنین فروتن و در برابر کافران بسیار نیرومند و خشن هستند. آنها در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش کنندگان بیم و حراسی نخواهند داشت. این فضل و بخشش خداست که برای هر کس بخواهد می بخشد. خدا وسعت بخش داناست.
دوست و رهبر شما تنها خداست و پیامبر او و نیز کسانی که ایمان آورده اند و آنان که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. حالا این آیه شریفه در شأن حضرت علی، خب به تو چه؟ ایشون یه زمانی بوده قوانینی هم گذاشتن به سمت خدا برگشتن، به تو چه؟ که ملت ایران رو سرکیسه کنید، همه رو بیمار و بدبخت و بیچاره و جادو زده و ورشکسته و الله اکبر. و هر کس که خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده اند دوست بدارند، حزب الهیست، از طرفداران خداست و همانا موفق و پیروزند. این اسم حزب الله رو که اینا گذاشتن رو خودشون جدا تهوع آورترین اسمیه که من میشنوم، نعوذم بالله، به خود خدا پناه میبرم. اما انقدر چهره اینا کثیفه که اینا چه حزبه، چه قربون الله برم، اینا حزب شیطانه، از خدا دور میکنن همه رو، از اعمال نیک خدا، از راستی، از حقیقت، همه چی پوچ شده با اینا. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگز از کسانی که قبل از شما اهل کتاب بودن و نیز از کافران که آیین شما را مسخره می کنند و آن را مورد بازیچه قرار می دهند، برای خود دوست و محرم راز انتخاب نکنید و از خدا بترسید اگر شما حقیقتا ایمان دارید. یکی رو به من معرفی کردن که وضعیت شرایط خوبی نداشت، یعنی نمی زاشتن این شخص اصلا بخوابه، از نیروهای اجانب. زمانی که اون زمان که عکس رو می دیدم می گفتم بهش، گفتم که شما چیز با قوم یهودی که از چیز هستن، کسانی که تلس می کنن کارشون، گفت آره از دوستام هستن و نمیدونم فلان. گفتم ببینید بزرگوار، شما باید از این گروه قطع کنید، چون نیروهایی که همراه با اینا هست به شما متصل میشه، شما هم که حفاظی ندارید و به همین علت دارن شما را پا در میارن. حتی قرص قوی ترین قرص اعصابم که میخورد مثلا به خواب بیدارش میکردن، که بعدش بعد از مدت‌ها که گوش به حرف من داد و همه این چیزا قطع شد، تازه متوجه شد که آره مال افرادیه که تجمع انرژی‌های جن دارن، مثل هم درویشا، هیچ تفاوتی نمی‌کنه، میگه من یهودیم، میگه من مسلمانم. انقدر امواج منفی در ایران پر شده و این تلسمات و این چیزا، کسی نه گشایش مالی داره نه گشایش زندگی. الله غفور، 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 الله غفور،
الله غفور 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 الله